سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین صحیح و سلامت و شاد باشین. دو مورد قبل از اینکه این ویدیو رو شروع بکنم لازم دونستم که بهتون بگم و مورد اول اینه که از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم بابت حمایتایی که کردین، بابت بازدیدهایی که ویدیو بنده گرفتش و بابت کامنت های زیبایی که گذاشتین. خیلی منو خوشحال کرد و من انرژی بیشتری داد که بتونم این ویدیوها رو ضبط بکنم و ادامه بدم و برای شما دوستان هنرجویان عزیز قرار بدم. قرار بودش که ترم دوم ما وقتی که سابسکرایب های چنلمون به 1000 نفر رسید شروع بشه، اما از اونجایی که من دیدم خیلی از دوستان منتظر هستن و توی کامنت ها میگن که ویدیوهای بعدی رو قرار بده و منتظر ویدیوهای دوم و ترم دوم و بقیه ماجرای ویدیوها هستن، از این رو قرار شدش که من زودتر این ویدیوها رو بسازم و زودتر توی کانالم قرار بدم. امیدوارم که بتونین لذت ببرین، بتونه یه کمکی بهتون کرده باشه و یه راهنمایی بیشتری براتون شده باشه. مورد دومم اینه که خواستم بهتون بگم که ویدئوهای من فقط و فقط از طریق همین کانال یوتیوبی که دارین تماشا میکنید، فقط از اینجا اشتراک گذاشته میشه و توی هیچ سرویس ویدئوی دیگه ای من هیچ اکانتی ندارم و هیچ ویدئوی اشتراک نمیذارم. از این رو اینو میگم که من دیدم توی سرویس های اشتراک ویدئوهای دیگه بدون اجازه من، بدون حتی رعایت کردن قانون کپی رایت یا حتی بدون اینکه زیرش منبعی ذکر بکنن که این ویدیو از کجا برداشته شده و کجا داره اشتراک پیدا میکنه، ویدئوهای منو بدون نظم و ترتیب برداشتن و توی سرویس های اشتراک ویدئوهای دیگه گذاشتن و اینکه اونجا نظم و ترتیبی هم نداره و به صورت قاطی باتی، یعنی شما نمیدونی کدوم ترم اوله، کدوم ترم دومه، کدوم قسمت اوله، کدوم قسمت دومه، گیج میکنه بچه‌ها رو. من ازتون خواهش میکنم که فقط کانال یوتیوب MHA که برای من هستش، یعنی شما توی یوتیوب اگه سرچ بکنین آموزش گیتار پاپ، ویدیوهایی که از اول تا چهارم پنجم میاره ویدیوهای من هستش و به راحتی میتونین از توی یوتیوب و به ترتیب پلیلیست رو باز بکنین و تماشا بکنین. این نکته دیگه بودش که قرار بود من بهتون بگم. در ضمن کانال تلگرام بندم از همین امروز که این ویدیوها رو شما تماشا میبینین راه اندازی شده، تماشا میکنید البته منظورمه، تماشا میکنین راه اندازی شده و میتونین توی اون متنهای زیبا میذاریم، عکسای خوب میذاریم، از متنها و عکسای شما استفاده میکنیم و قراره توی اون کانال تلگرام با همدیگه درد دل بکنیم و بیشتر با همدیگه آشنا بشیم. لینک کانال تلگرام رو زیر همین ویدیو براتون قرار دادم، اما اگه همینجوری بخواییم بدونین 1_دست‌نویس کانال تلگرام من که حالا میزنید تلگرام نقطه me/1_دست‌نویس هستش. بازم میگم لینک کانال تلگرام زیر همین ویدیو قرار داره و بریم حالا سراغ اصل مطلب. در هر صورت ما قراره که ترم دوم از امروز شروع کنیم. توی این ترم دوم من ریتم های پایه گیتار، ریتم های تلفیقی گیتار رو از اول شروع میکنم و بهتون یاد میدم. ریتم های پاپ هستش. توجه داشته باشین که این ویدیوها فقط به یک ویدیو کمک آموزشیه، مثل کتاب های کمک آموزشی میمونه. شما حتما باید یک استاد در کنارتون باشه، با یک استاد کار بکنین، نکات ریزی که نمیشه توی ویدیو گفت اون استاد براتون توضیح بده و علاوه بر اینکه اونا رو یاد میگه این ویدیوها رو هم در کنارش ببینید که شاید بتونی یک کمکی بکنه و یه گوشه کاری رو براتون بگیره تا بیشتر دستتون راه بیفته. ما ریتم ها رو با هم دیگه شروع میکنیم، ریتم 6 8 9 سنگین که توی ترم اول یاد گرفتین حالا یه دوره اونو میکنیم و اولین ریتمی که میخوام بهتون یاد بدم ریتم 4 4 اسلوراک، یعنی 4 4 اسلوراک هستش که این دوتا ریتم رو اگه خوب یاد بگیرین، ریتم 6 8 9 سنگین و ریتم 4 4 اسلوراک، اگه این دوتا ریتم رو خوب یاد بگیرین باقی ریتم ها هیچ کاری نداره، به خاطر اینکه یک تلفیقی از این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنن و ریتم های دیگه به وجود میاد. من بهتون قول میدم که اگه این دوتا ریتم رو خوب کار بکنید و خوب یاد بگیرین دیگه توی ریتم های گیتار هیچ مشکلی ندارین. در کنار این ریتم هم که بهتون یاد میدم آکورد هایی که مورد نیازه، تئوری هایی که مورد نیاز داریم و در کنارش هر چیزی که به ذهنم برسه و بدونم که لازمه به امید خدا بهتون یاد میدم. اگه نکته مهمی بود خواستین سوالی بکنید و اینا توی کامنت ها، من کامنت ها رو میخونم، هر از چند وقتی تعداد کامنت ها زیاده اما کامنت ها رو میخونم و سعیم میکنم که تا اونجایی که بتونم به شما دوستان عزیز جواب بدم. ممنونم از اینکه ویدئوهای من رو تماشا میکنید و بریم سراغ گیتار. خب ریتم اولی که ما با هم دیگه توی ترم اول یاد گرفتیم ریتم 6 8 سنگین بود که من توضیحات کاملش رو دادم، فقط برای اینکه به گوشتون آشنا باشه یه دور دیگه ما فقط میزنیمش که بدونیم چه جوریه. Thank you.
این یک پیش ششم سنگینمون بود که گفتم با آکوردا عوض بکنیم. فعلا همین تعداد آکوردی که بهتون دادم رو تمرین بکنیم، روش یاد بگیریم و ریتما رو یاد بگیریم تا بتونیم آکوردهای جدید رو اضافه بکنیم، چون آکوردهای جدیدتر یک مقدار پیچیده‌تر میشه و با ریتما قاطی میشه و یه مقدار ممکنه اذیت بشین. اما ریتمی که امروز میخوام بهتون یاد بدم گفتم 4/4 اسلو راک هستش. به این صورت که میشنوین اول گوش کنین تا با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. میشن که صدای سیم ها کامل هستش و یک سری جاها رو صدای میشن که صدای خف داره. به این صورت کل کاری که باید یاد بگیرید شما اینه که این صدای خف کردنه رو بتونین در بیارین، و برای اینکه این صدا رو بتونین در بیارین شما باید توجه کنین که با کنار دستتون، با اینجای دست شما تمام سیم ها رو میگیرین. به این صورت تمام سیم ها رو میگیرین و انگشتتون پرتاب میشه، یا اگه با پیک میزنین اون پیک به این صورت پرتاب میشه. یعنی شما باید با گوشه دستتون تمامی سیما رو بگیرید که هیچ صدایی از سیما در نیاد. در همین حالت که داریم میایم پایین با گوشه دست همزمان همه سیما رو میگیریم و انگوش یا پیکتون که داریم باش میزنید روی سیما میاد. ریتم 4/4 اسلو راک به این صورته که به این صورت هستش. یعنی یک دو خف دو، یک دو خف دو. شما اگه همین ریتمو آروم شروع میکنید، آکوردتون رو میگیرید، یک دو یک دو، و یواش یواش تندش میکنید. پس یک بار دیگه خدمتتون توضیح میدم، شما یه دونه میریم پایین، دو خف دو، یک دو خف دو، یک دو خف دو، یک دو. تنها کاری که باید بکنین بازم بهتون میگم فقط اینه که بتونین ذهن و دستتون رو هماهنگ کنین که در لحظه‌ای که داره میاد پایین این گوشه دستتون تمامی سیم‌ها رو بگیره و نذاره که هیچ صدایی از سیم‌ها، هیچ نوتی از سیم‌ها خارج بشه. خب قطعا سخته، برای منم اولش خیلی سخت بود تا این ریتم رو یاد گرفتم. روز اولی که من داشتم کار می‌کردم خیلی دستم اصلا در می‌رفتش و نمی‌تونستم این ریتم رو در بیارم. برای همین شما یک مقدار تمرین بکنید، یک هفته روش وقت بگذارید، هر روز هی بزنید. انتظار نداشته باشید که همین الان دقیقه اول که این ریتم رو یاد گرفتید بتونید راحت صدای خف کردن رو در بیارید. توی ریتم‌ها ببخشید، توی ریتم‌ها اصلی ترین کار اینه که بتونید این صدای سکوت رو در بیارید. به عنوان مثلا ما ریتم 4/4 یاد گرفتیم، توی جلسه بعد می‌خوایم ریتم رومبا رو یاد بگیریم. ریتم رومبا یک ترکیبی از ریتم همون 6/8 سنگین و ریتم 4/4 به این صورت که به این صدا در میاد. باز هم این صدای خفه رو داریم، یا اگه 6/8 شاد رو بخوایم جلوتر یاد بگیریم. در هر صورت این حالت صدای خف برای ویدیوهای ما، برای آموزش‌های ما، برای تمام ریتم‌های ما هستش. پس ازتون خواهش میکنم که روی ریتم 4/4 و روی ریتم 6/8 که جلسات قبل بهتون یاد دادم خیلی کامل کار بکنید تا بتونیم با هم دیگه و در کنار هم دیگه یه سری آهنگای جدید و با هم ریتم 4/4 توی جلسه بعدی با هم دیگه بنوازیم و بخونیم و لذت ببریم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مورد پسندتون واقع شده باشه. یادتون نره تنها راهی که من این ویدیوها رو میتونم ادامه بدم اینه که شما این ویدیوها رو ببینید، لایک بکنید، شیر بکنید، به دست دوستانتون برسه، بازدیدهای ویدیو بره بالا. هرچه این بازدیدها بیشتر بره بالا، من انگیزه بیشتری میگیرم که ویدیوهای جدیدتر و تازه‌تری رو براتون درست بکنم.
مرسی از اینکه ویدیوی منو دیدین. ازتون باز هم تشکر میکنم. امیدوارم شاد و سلامت باشین. خدا نگهدار.